وزیر دفاع آمریکا همینطور از اعزام 200 کماندوی تازه نفس به عراق و سوریه هم خبر داده که هدف آنها کشتن یا دستگیری افراد گروه موسوم به دولت اسلامی داعش است. اشاعر سنی عراق میگویند که آمریکا در عملیات آینده نیروهای عراقی برای پاکسازی استان انبار و به ویژه مناطق مرزی با سوریه و اردن نقش فعالتری ایفا خواهد کرد. آمریکا در حال بررسی احتمال ربوده شدن 3 شهروند آمریکایی در بغداد توسط نیروهای شیعه وابسته به ایران است. علی جوانمردی از اربیل عراق با ما همراه است در این بخش از ساعت خبر تا نگاهی بکنیم به جزئیات این اخبار. علی، خبرهای زد و نقیزی منتشر میشه در مورد احتمال مشارکت نیروهای آمریکایی در عملیات زمینی علیه داعش و صحبت از اعزام 200 کماندوی تازه نفس هست، اما این چه مفهوم میتونه داشته باشه؟ چون خب 200 نفر به نظر نمیرسه که کافی باشه برای مشارکت در یک چنین عملیات زمینی. درست فهمیده، موضوع 200 نفر صحبت های اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکاست که اینجا در رسانه های عراقی بازتاب قابل توجهی داشته. 200 کماندوی تازه نفس برای عراق و سوریه که آماده هستن به گفته اشتون کارتر برای دستگیری یا کشتن پیکارجویان داعش هر جایی که باشن. مفهوم به نوعی عملیات به گفته رسانه های عراقی تلویزیون العراقیه عملیات هلیبوردیه ارتش آمریکا با نیروهای عراقی یا با پیشمرگه‌های کرد در شمال است، مثل همون چیزی که در نوامبر گذشته برای آزادی 69 زندانی در دست داعش انجام گرفت. در حال حاضر جدا از این، صدای آمریکا 3 روز پیش اولین رسانه‌ای بود که از حضور نیروهای زمینی آمریکا در رمادی خبر داد. در حال حاضر اشاعر سنی و فرماندهی عملیات انبار این مسئله رو تایید کردن. 1200 نظامی، افسر و سرباز در این اسد، پادگان این اسد در بغدادیه مستقر شدن. قرار هست در روزهای آینده برای پاکسازی مناطق مخصوصا مرزی با سوریه و اردن در غرب بغداد در حدود 200 تا 250 کیلومتری غرب پایتخت رو پاکسازی بکنن و مشارکت داشته باشن با نیروهای عراقی. موضوع مهمتر این که قرار هست آمریکا یک پایگاه در واقع یا یک فرودگاه نظامی در شمال سوریه بذاره، در منطقه کردنشینی که در اختیار نیروهای کرد هست، و این خبر جدیدی هست که در صورتی که درست باشه میتونه که تا حد زیادی وضعیت رو بر علیه داعش تغییر بده. در هر صورت همه خبرها در عراق و حتی در سوریه بیانگر این هست که آمریکا نقش فعالتر و مؤثرتری رو در مرحله پیش رو علیه داعش برعهده خواهد گرفت. علی، موضوع دیگری که این روزها خیلی مطرح هست در مورد عراق، سرنوشت 3 شهروند ربوده شده آمریکایی است در بغداد. به کجا رسید این موضوع؟ به حال امروز یک هفته داره میگذره از ربوده شدن این 3 شهروند آمریکایی. بخشی از صحبت‌های خالد عبیدی وزیر دفاع عراق که برای سفر به مصر رفته به همین موضوع اختصاص داشت. خالد عبیدی گفت که عراق داره تلاش می‌کنه با شرکای یا با مشاورین ارشد آمریکایی برای پیدا کردن این 3 فرد که البته هر 3 عرب تبار هستند، دوتاشون عراقی ولی در آمریکا، ولی داره پاسپورت‌های آمریکایی هستند و برای یک شرکت آمریکایی پیمانکار بودند، کار می‌کردند. جمعه گذشته، درست یک هفته پیش، در بغداد در دوره جنوب پایتخت رو بوده شدند. در حال حاضر 3 گروه متهم شدند به اینکه احتمال داره دست داشته باشند، چون در دوره در منطقه‌ای که این 3 نفر ناپدید شدن، این 3 گروه در واقع میشه گفت که میلیشیاهای زیادی دارن. هر 3 گروه شیعه هستن، گردان‌های حزب الله و گروه اصحاب الحق به رهبری قیس خزعلی، و همچنین جدا از این 2 گروه، گروه شیعه سپاه بدر. در هر صورت هنوز قطعی نشده. دولت عراق میگه که مشخص نیست این 3 نفر در دست گروه‌های سنی یا شیعه هستن، ولی گفتن که سرنخ‌هایی رو دارن که در روزهای آینده امیدوار هستن که بتونن این 3 نفر رو پیدا بکنن.